واو ببینی اینجا رو پشمام. بریم با هم فیلم سینمای رزیدنت اویل 4 رو ببینیم. سلام دوستان، خیلی مخلصم. این ویدیو رو من توی یکی از کانالای تلگرامی پیدا کردم که نوشته لایو اکشن رزیدنت اویل 4 خیلی خفنه فکر کنم، و بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. من یه ریاکتی روش برم و ببینم. یعنی میخواد بگه که اگه فیلم سینمای رزیدنت اویل 4 بخواد ساخته بشه یه چیز اینجوری، فکر کنم البته هدف و کانسپتشون اینه، و دنبال ویدیوی خفنی کانال منو سابسکرایب بکن، ویدیو رو لایک کن، مطمئنا جای دیگه گیر نمیاری. اینو من قول من رسان شده، لایک کن سابسکرایب بکن. بریم این ویدیو رو ببینیم. نوشته سایبر کات نپ، نمیدونم اسم کانالش چیشه، ولی بریم ببینیم. فکر کنم ویدیو خیلی خفنیه. موسیقی سیو رزیدنت اویل 4، لیون اس کندی اسم بازیگرش. حتی آها اینم بهتون بگم که گفته که این ویدیو رو با هوش مصنوعی درست کردم. جنسن اکلس اسم بازیگر است که کاراکتر لیون اسکات کندیه. خدایش هم شبیشه، خوبه، شبیش نیست ولی خوبه. واو ببینی اینجا رو پشمام. میبینید خدا وکیلی؟ یا خود خدا، گانه چیه پشت کمرش؟ همون کاپشن، تقریبا همون خونه، باله. وح تصویر اشلیه، این تصویر اشلیه. اینا تو خونه اول گنادو داره نشون اولین گنادو میده. اینم گنادو است، میبینید خداییش خوب درست شبید. میشه گفت او تصویر زنده فور ریمیکه. ایدا وانگ، ژاو جین مای، ایدا وانگ شبیه پشمام، کاملا شبیه کلیسا هست دیگه ها. یا اینجا هانیگن، اینگرید هانیگن اسم بازیگر تسا تامسون. اوه 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 دلاگو، این همون دایناسوریه که توی آب ما باید با نیزه بکشیمش. دلاگو، آه اینجا میخواد دلاگو رو بکشه. دلاگو رو دوست ندارم، خیلی مصنوعیه. نه شبیه ماره یا گودزیلا، چشاش رو اینطوریه، نمیدونم، من حال نکردم باش. او مرچنت کارل اوربن. باله مرچن، الیگانته. وای این تصویر رو میبینید خدا وکیلی، چقدر خفنه. این تابلو الان من دیدم، تابلو باوشه مثلا، تصویر خور غیر، یه خور مصنوعیه، غیر واقعیه. این همون سگست و اینجا دارن فایت میکنن با الگیگانته، و این لباس ها چقدر لباس های شبیه لباس های لیون اسکات کندیه. گراهام بریا ایلن. او مای گاد، خوبه اشلی؟ نه نمیدونم. لویس سرا، دیگو لونا، شبی خوبه برای لویس سرا، خیلی خوبه. این مندزه، روری مککین، چی مندز اینطور؟ نه 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 مندزش نه. اینجا تبدیل شده مندزش. او کلیسا لوس الامینادوس، اینجا دارن میرن سمت کلیسا، یا کلیسا دارن فرار میکنن. آره دیگه، اوه فکر کن فیلمشو بسازن. اشلی، رامون سالازار، پیتر دینکلیج، بازیگر توی گیمز آف ترونز، اون فکر کنم خیلی بهش میخورد جا سالازار باشه. رامون سالازار،
اوهوی گارادور از رو خود فور ریمیک درستش که اینجا که داریم با اشلی بازی میکنیم. اوه یه همون میزی که دی صحنه ترسناکه وردوگو. واو ببین فضا رو شبیه رزنتی فور، یعنی کلا تمام تصویرها رزنتی فوری میگرفتن. چقدر ترسناکه، لازم نگاه کنی بری تو برعکسه، خیلی ترسناکه. با خدا وکیلی جک کرازر، جان سینا خوبه برای جک کرازر واقعا. آره خوبه جان سینا خوبه. آره آره دیگه خود بازیه آجی، دیگه از خود بازی برش داشتن دیگه، هیچی، خود بازی خیلی ترسناکه دیگه، از خود بازی برش داشتن. این جزیره شدی نگاه اینجا که داره رانندگی میکنه اشلی، نگاه کن رالف فاین، نمیدونم اسمش دارم درست میگم، آسمان صدر، نه سدلر و مندزشو ریدن قشنگ، خدا یعنی هوش مصنوعی ریده به نظر من. بسکر اینا که باس آخرشه، این همین راکت لانچر آخر بازیه. خب مثل خود بازیش درست میکردی خدا وکیلی. نمیدونم نمیدونم بهش داده اینجا راکت لانچر رو. بچه ها راه رفتنش یه لحظه ببینین چقدر زشت داره راه میره، یه لحظه میزنم به راه رفتن لیان اسکات کنیدی نگاه کنین. گمی جتسکیه برعکسه، چرا جتسکی داره برعکس میره یا من کورم دارم اشتباه میبینم؟ جتسکیه برعکس نیست خدا وکیل، از نگاه کنین. ای نامرد، اینجا که سرمان را کلاه گذاشت و انگل لاس پلاگاس رو برد و اینجا فکرم داره با وسکر صحبت میکنه. الان وسکر رو میبینیم. واو خداییش وسکرش خوبه. یعنی این کاراکترهایی که به نظر من خیلی خوب بودن، به نظر من ایدا وانگش خفن بود، لیانش خوب بود، وسکرش فوق‌العاده است. از بین باس فایت ها به نظر من باس فایت وردوگو از همه خفن تر بود. یه چیز ترسناکی داشت، واقعا آدم میترسید. من خیلی حال کرد، خیلی با یعنی به نظر من واقعا اگه بخوان رزیدنت ایوی 4 ریمیک رو درست کنن، به نظر من، یا رزیدنت ایوی 4 بخشه بخوان فیلمش رو درست کنن، به نظر من خیلی میتونه ایده و کانسپت جذابی باشه بازیگرا. ولی خب میتونم میگم اینا همش با هوش مصنوعیه و حالا من این ویدیو رو ساختم که این نوید رو بهتون بدم که میخوام یک خبر رو بهتون بگم راجب فیلم رزیدنت ایویل که داره ساخته میشه. خبری که هست نوشته که خدمتتون عرض کنم، اطلاعاتی از فیلم رزیدنت ایویل منتشر شد، گفته میشه زک کریگر با سونی توافق کرده و در حال حاضر کارگردانی این فیلم رو به عهده گرفته. فیلم برداری این فیلم از سال آینده با بودجه کمتر از 100 میلیون دلار شروع میشه. نمیدونم حالا کم زیاد در فیلم اطلاع ندارم. انتخاب بازیگران مناسب برای این فیلم هم در حال حاضر شروع شده و شایع شده. کاراکتر اصلی اون یک مرد 20 ساله سیاه‌پوسته. حالا چرا سیاه‌پوست؟ ببینیم کلن ایده و تئوری فیلم چی. آقا خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدید. من رسانم نظرت راجع ویدیو بنویسید و ویدیوهایی که پیشنهاد میشه نگاهی بندازید، حتما خوشتون میاد. خدا نگهدار.